که شنیدید امروز موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده در کابل به امضا رسید این در حالی است که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان قبل از برگزیده شدنش به این سمت تاکید ورزیده بود که در اولین روز کاری خود این موافقتنامه را به امضا میرساند آغاز به کار حکومت وحدت ملی در افغانستان و تاثیر موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در استودیو آقای کارل اندرفورد معاون پیشین وزارت خارجه ایالات متحده در بخش آسیای جنوبی مهمان برنامه ما هستند آقای اندرفرد سلام با شما تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین از امضا شدن موافقت نامه امنیتی آغاز میکنیم به نظر شما دستاورد از این در کوتا مدت و طویل مدت برای افغانستان چی خواهد بود؟ خب، پیش از همه ای دو روز بسیار حیاتی برای افغانستان بوده مراسم تعلیف رئیس جمهور و رئیس جایی و امروز هم روز امضای موافقت نامید جانبی امنیتی و این دو روز بزرگی است که ما بسیار بهش امیدوار میشیم. ما فکر میکنم که موافقتنامه نامی امنیتی در جانب بین دو کشور بسیار مهم است به خاطر از اینکه یک تعهد جدی از طرف ایالات متحده به خاطر همکاری با افغانستان است در سالهای آینده به خاطر که افغانستان از سه حالت گذار گذاشته مسئله سیاسی مسئله امنیتی و گذار اقتصادی که یک بنبست جدی هست که باید حکومت تازه با او رسیدگی بکنه شما از انتقال صحبت کردین قرار است طبق از این حدود ده هزار اسکر امریکایی در خاک افغانستان باقی بمانه به نظر شما با در نظر داشته تمام پروسه های انتقال که در افغانستان جریان داره با مسئولیت هایی کافی باشه ای تعداد؟ ما فکر میکنیم که بسیار مهم است دوباره به حیث تعهد دامدار و یک نشان از ایالات متحده به خاطر ادامه کمک های ایالات متحده و همونطور که ما در 13 سال گذشته به افغانستان بودیم و در سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و همچنان حضور اساکر ما جنگشان و جانفشانی هایشان در اونجا به این معناست که ما باید به شکل موفقانیش به یک جای برسیم که و ما, ما فکر می کنم که ای یک سمبول از تعهد جدی حضور حدود ده هزار سرباز ما در آینده به خاطر تربیه و تجهیز نیروهای افغان خودش می تانه یک سمبول از تعهد درازمدت و جدی ایالات متحده باشه نکته بعدی که آقای اشرف غنی در خطاب خود در روز تعلیف از یادآوری کرد مذاکره و مصالحه با طالبان است فکر می کنم حکومت تازه بتونه دستاورد سریع در یارسه هم داشته باشه ما آه... افتخار داشتن ملاقات با اشرف غنی داشتم در سال 2000 که وقت او کاندید جمهوری بود دکتر غنی در او وقت درباره حکومت وحدت ملی صحبت میکرد کرد و ما فکر می کنیم چیز نو نیست و ما فکر می کنم که اتحاد ملی یک یک, 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 یک یک پرسش و یا هم یک ندا بر تمام افغان ها به شمول طالب ها به خاطر حضور در روند یک مباحثه سیاسی است ما فکر می کنم که تلاش باید انجام و هر نظریه که گویا ای آسان باشه در حقیقت ما فکر میکنیم طالبان میگن که گفتن که یک حکومت تازه را رسمیت نمیشنستن که ای ای یک شرم و ننگ است و اگر ما فکر کنیم که طالبان نخواهند که جزی از این مسئله باشه به با نظر ما حکومت تازه مسئولیت خود داشت که در برابر این مسئله به شکل به حیث یک خطر امنیتی و یا هم مسئله امنیتی تعامل بکنم بله اگر برگردیم به تجربه شما در منطقه ساختار حکومت وحدت ملی برای کشور مثل افغانستان تا چقدر مؤثر میتونه واقع شود ما فکر می و ما تجربه بسیار خوبی از جنوب آسیا داریم و ما فکر می که افغانستان بله. نیاز داره که تاریخ خود خودش به دست خود بنویسه به عوض از اینکه به طرف جنوب یا شرق و یا غرب هم ببینه ما فکر میکنم که یک مرحله تازه برای افغانستان است یک 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 فرسخ و یا هم یک راه دشوار است ما فکر میکنم افغانستان باید تاریخ خود خودش بنویسه و ما فکر میکنم که افغانستان با, با, با حکومت وحدت ملی خود نم. کار خوبی خواد کرد که ما امیدوار هستم نماد و یا هم نمونه بر منطقه و کشورهای دیگی بر ادغام ملی و یا هم اتحاد ملی باشه بله و اگر برگردیم به مشه خارجی حکومت تازه و خصوص در قبال منطقه و کشورهای همسایه برداشت شما در این موضوع چیست؟ این بسیار مهم خواد بود اما که رئیس جمهور پیشین آقای کرزای گفت که پاکستان به حیث در, در, افغانستان صلحدار در روز در در راز مدت بسیار مهم است ایره هم میگم که این بسیار مهم است که پاکستان در امنیت منطقی و تلاش های سیاسی باید کوشش جدی بکنه و ما باید فکر میکنم که باید کار جدی ای شود که کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران، چین, چین و همچنان همسه های نزدیک مثل اند و سعودی و عربستان و سعودی اینا باید همه یک جای کار بکنن و, و یک توافق نامی جدی را باید, باید امضا بکنند که این کشورها برای هرگز دگه در مسائل داخلی و سیاسی افغانستان دخالت نکنند افغانستان از یک, از گذشته بسیار میدان بازی های سیاسی کشورهای منطقه بوده و اساسی ترین مسئله است که باید همه همسایه ها یک نقش همسایه خوب برای افغانستان ادا کنند و مهمتری است که در این مسئله باید سازمان ملل متحد به خاطر رفای افغانستان و صادق سازی همسایه های افغانستان دخیل باشند ممنون تشکر از تحلیل همان جانبه شما آقای اندرفورد شما را در بخش بعدی برنامه باز هم با خود خواهیم داشت ممنون از حضورتان